درود هزاران درود میفرستم خدمت تمام عزیزان حاضر در این اتاق و درود ویژه دارم خدمت دوستان، هموطنان و همراهانی که ما را به صورت لایو زنده از شبکه یوتیوبی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان گرد هم آمده ایم. امروز جمعه 25 نوامبر 2022 مصادف با 4 آذر 1401 در ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی. امروز بخش‌های مختلفی برای شما عزیزان حاضر و چه عزیزانی که به صورت لایو به نظاره می‌نشینند فراهم کردیم. بخش‌های اهم از سخنرانی‌های مختلف. در قسمت اول سرکار خانم ارحمی گزارش آمار کشته‌ها و بازداشتی‌ها از شروع اعتراضات تا پایان آبان ماه 1401. در ادامه سرکار خانم پریا چرابی بررسی سند 23 یونسکو هدف 3 و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ادامه سخنران جناب آقای سپهر رضایی با موضوع کودک همسری. در پایان جلسه هم طبق روال همیشه به بحث آزاد شاید تلخ و شاید شیرین برسید. بیشتر از این وقت شما عزیزان رو نمیگیرم و در این جلسه در فضاهای دیگه همکاران ما زحمت کشیدن و بقیه کارها رو انجام دادن. مسئول جلسه فریده فرایی، منشی جلسه جناب آقای سید سعید نوریزاده، ضبط صدا خانم فهیمه تیموری، ادمین ها خانم فرشیده پورآذران و جناب آقای سپهر رضایی شایان. در ابتدا خانم ارحمی زحمت میکشن و گزارش آمار کشته ها و بازداشتی ها از شروع اعتراضات تا پایان آبان ماه 1401. لطفا خانم ارحمی در صورتی که تشریف دارید مؤبد بفرمایید، با علامت دست ما را همراهی بفرمایید. لطفا دوستان مایکو برای خانم ارحمی باز. خانم ارحمی بفرمایید، مایک در اختیار شماست. با سلام و عرض ادب خدمت همکاران، با نام خدای رنگین کمان هر کلمه ای که میگویم از میان چشمان درخشان کودکی میگذرد که نشسته بر قایق چوبیش در پهنای زمان به دنبال خدای رنگین کمان کودکانش میگردد. خدایی از جنس نور، از جنس رنگ، از جنس زندگی، عشق، مادر و آرزو، نه خدای جبار قسم خورده بر شمشیر. کلماتی که میگویم از میان خون، آتش و گلوله عبور می کنند. از میان قلب های سوراخ شده جوانانی شاداب، زیبا و سرشار از حیات می گذرند. به فریاد، به اشک، به درد بدل می شوند. کلماتی که انان از ذهنم، از دستم می رو باید. در کوچه ها و خیابان ها همراه جوانان پای می کوبند. گلوله ها می خورند. زخمی و خسته با هشتگ های خون جوانان که بر رخسارهشان نشسته به خانه بر می گردند. درون قلب دردمندم، قلب بیتابم می نشینند، گریه سر می دهند. قصه ها می گویند از دختران جوانی که در افسانه ها شنیده ام. دختران خورشید، دختران ماه با گیسوان جمع کرده، افگنده بر پشت بام با تنها سلاحشان سنگ و فریاد. دخترانی که گلوله می خورند، بر زمین می غلطند، با آخرین کلامشان آزادی. کلمات دیگر از آن من نیستند، جان دارند. به دانشگاه ها، به مدارس می روند، شعار می دهند، ترانه می خوانند، دست در دست هم نهاده نوای رهایی سر می دهند. تصاویر جانیان آویخته شده بر دیوارها را فرو می کشند. در چشم به هم زدنی در کردستان سرود یکی شدن می خوانند. سنگر می بندند، می جنگند، یاری می طلبند. امروز تمامی کلمات جان گرفتند. چون کلامی که چون هزار دستان در گلوی غمناک شروین می خواند، گاه بر حنجره زخمی توماج می نشیند. از ستم رفته بر یک نسل سخن می گوید. کلماتی از جنس درد، آرزو، بوسه و رقص کلماتی که شور می آفرینند، حیات می بخشند، از پیروزی و ظفر می گویند.
دیگرگونه کلماتی نیز هست که از زبان جانیان، از زبان دشمنان زندگی، پاسداران تاریکی، خدمتگزاران مرگ و نیستی در بوق و کرنا دمیده می شوند. کلمات سرد و بیروح که گلوله شده بر قلب و جسم مردم می نشینند. کلماتی از جنس خون تهدید، کلماتی از حاکمان و مستبدان. اما در نهانخانه دل هنوز کلماتی دارم که در بند بند کلمات که بیتابی می کنند تا رها شوند. کلماتی ساخته شده از غرور، امید، شادی، ساختن شادمان زیستن در کنار هم. کلماتی از جنس زندگی کمترین مهرورزی در آن بوسه‌ای خواهد بود بر گونه یک کودک که با قایق کوچکش در جستجوی خدای رنگین کمان خیش است. این کلمات را در روز پیروزی بر بال هزاران هزار کبوتر خواهم نشان تا در چارسوی جهان منادی صلح‌خواهی ملتی شوند که لوح گلی آن آزادگی است. در ابتدا زایه اسفناک درگذشت زنان و مردان و کودکان بی‌دفاع سرزمینم را به تمامی مدافعان حقوق بشر تسلیت می‌گم. مهسا امینی، ملقب به ژینا، زن 22 ساله ای اهل سقز که به تهران سفر کرده بود، روز سه‌شنبه 22 شهریور 1401 در ایستگاه مترو حقانی تهران به بهانه حجاب نامناسب توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به وزرا منتقل شد. کوتاه مدتی پس از بازداشت پیکر نیمه جان وی، در حالی که با سطح هوشیاری درجه 3 به کما رفته بود، به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کسری منتقل شد. اعتراضات شهروندان به این رخداد از زمان فوت مهسا امینی مقابل بیمارستان کسری در خیابان آرژانتین تهران آغاز شد. و علی‌رغم فشارهای نهادهای امنیتی، پس از خاکسپاری او در گورستان آیچی سقز شکل خیابانی به خود گرفت، تا جایی که نهایتاً 68 روز اول اعتراضات سراسری در 31 استان، 155 شهر و 142 دانشگاه بزرگ کشور برای 1509 مرتبه را در حد فاصل 26 شهریور 1401 تا 29 آبان 1401 رقم زد. در حد فاصل 26 شهریور ماه 1401 تا آخر آبان 1401 دست کم 17451 تن از شهروندان معترض در ایران بازداشت شدند. همچنین 3024 نفر از بازداشت شدگان احراز هویت شدند. لازم به ذکر است در این مدت زمان 419 نفر شهروندان معترض که حدود 90 کودک جان خود را از دست دادند و در آبان میتوان به حدود 34 مورد کشتار کودکان را نام برد و حدود 2000 کودک از 17451 بازداشت شده میتوان به 2000 بازداشت کودکان نیز اشاره کرد. که جمهوری اسلامی هیچ یک از آنها را عهده‌دار نمی شود. از کشتن میرشکار 2 ساله و کیان 9 ساله و سارینای 16 ساله و نیکای 17 ساله و دیگر عزیزان را و آنها را علت آنها را خودکشی یا مصرف مواد مخدر و یا بیماری و غیره و ذالک عنوان می کنند. جمهوری اسلامی در سرکوب مردم معترض در ایران تفکیکی میان زن و مرد و کودک قائل نیست و ماموران مجهز به انواع سلاح سرد چون باتون، سلاح گرم و جنگی بیرحمانه به کشتار مردم معترض در خیابان می‌پردازند. هرچند با توجه به سانسورها و جو امنیتی شدید در ایران آمار دقیق قربانیان سرکوب خشونتبار هنوز مشخص نیست، اما سازمان‌های حقوق بشری با استناد به گزارش‌های راست‌آزمایی شده آمار قربانیان را منتشر می‌کند. جمهوری اسلامی برای بقای خودش از کودکان زیر سن به عنوان نیروی سرکوبگر نیز استفاده کرده. سازمان یونیسف که مدعی است رسالتش حمایت از حقوق جان و آینده کودکان است، اما ظاهراً دفتر این سازمان در برابر جان و حیات کودکان ایرانی بی‌طرف است. آقای روبین ناندی نماینده یونیسف در ایران است که تا به امروز هیچ گزارشی از کشتار کودکان بیگناه ارائه نکرده است. سناریوی جمهوری اسلامی علیه کودکان جانباخته با شدت بیشتری ادامه دارد و پیشبینی می شود تلاش برای دروغ پردازی و فرافکنی درباره کودکان و نوجوانانی که جانباخته اند برای جلوگیری از پاسخگو شدن مقامات جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی صورت می گیرد.
چندی پیش به مناسبت روز جهانی کودک در این میان روزنامه نگاران و رسانه های تباهی هم هستند که هنوز در کنار جمهوری اسلامی هستند و آرمان های ضد انسانیش ایستادن و به مالکشی مشغولند. روزنامه ایران از ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی در شماره روز یکشنبه خود همزمان با فرارسیدن روز جهانی کودک در ستون صفحه نخست این روزنامه نوشت کودک‌کشی سیستماتیک در سرزمین‌های اشغالی. در متن خبر آمده بر اساس جدیدترین آمارهایی که اداره خاورمیانه سازمان ملل منتشر کرده است، از ابتدای سال 2022 تا پایان اکتبر 47 کودک فلسطینی در حملات نظامیان اسرائیل و شهرک نشینان صهیونیست به شهادت رسیدند. این در حالی است که جمهوری اسلامی در زمانی به مراتب کوتاه‌تر و بیشتر از اینها در خاک خود ایران کودکان را کشته. این رفتار جمهوری اسلامی در حالی ادامه داره که روز گذشته آقای امیر عبداللهیان وزیر وقت امور خارجه ایران مدعی حادثه شاه چراغ و کشتار ایرزده را دشمنان می‌داند. وقاحت تا چه حدی ادامه دارد؟ کسانی که کشته شده‌اند با گلوله سپاه کشته شده‌اند. مردمی که برای دفاع خود از سنگ استفاده می‌کنند چگونه می‌توانند باعث کشتار شوند؟ نمیدونم این وقاحت تا کی ادامه دارد. حتما پرواز 752 اوکراینی هم کار دشمن بوده. ریزش متروپول آبادان کار دشمن بوده. کشتی سانچی کار دشمن بوده. آتش گرفتن پلاسکو کار دشمن بوده. نقض عضو کودکان سیستان و بلوچستان برای تهیه آب که خوراک کودک میشوند هم کار دشمن بوده. تجاوز رئیس پاسگاه زاهدان به دختر 15 ساله کار دشمن بوده. و جالبتر از اینها اینی که خانم ولایتی روز گذشته در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل جمهوری اسلامی را بیگناه جلوه میده و همتای چینی هم با کمیته حقیقتیاب سازمان ملل مخالفت میکنه. در چند روز گذشته جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای به رئیس جمهور عراق خواستار تخلیه منطقه اقلیم کردستان عراق میشود، چون با وقاحت تمام عنوان میکند قصد بمباران آن منطقه را دارد. ایران پهپادهایی را در اختیار روسیه قرار داد تا مردم بیدفاع اوکراین را بکشند و به نقض فاحش حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی میشه پی برد. این رفتار جمهوری اسلامی درباره کودکان و نوجوانان نقض میکنه کنوانسیون حقوق کودک را که در سال 1372 کنوانسیون حقوق کودک را که کاملا به رسمیت شناخته و قوه قضاییه نیز ناظر بر اجرای مفاد آن است، در این پیماننامه در ماده 1 به صراحت آمده است هر انسان دارای کمتر از 18 سال سن کودک است و بر اساس ماده 2 3، 6 و 12 پیماننامه 4 اصل بنیادی حقوق کودک که دولت‌ها موظف به تأمین این حقوق هستند عبارتند از تبعیض. هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. منافع عالی زمانی که در رابطه با کودکان تصمیم گیری می شود باید منافع عالی آنها در رأس قرار بگیرد. بقا و رشد، کودکان حق حیات و رشد دارند. شنیده شدن کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود. ارمنی عزیز لطفا یه جنبندی می کنید، دست شما درد نکنه، متشکرم. عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می شود باید مورد توجه قرار گیرند. در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1399 نیز موارد زیر به تصویب رسیده و لازم اجرا می باشد. به استناد ماده 2 قانون، این قانون تمامی افرادی که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیدند کودک و نوجوان محسوب میشوند و مشمول این قانون هستند. ماده 1 سوء رفتار، هر گونه فعل یا ترک فعلی عمدی که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی و یا اجتماعی طفل و نوجوانان را در معرض خطر و آسیب قرار دهد از قبیل ضرب و جرح، محبوس کردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوانان در صورتی که جنبه تأدیبی نداشته باشد و یا قرار گرفتن او در شرایط سخت و غیر متعارف یا خودداری از کمک به وی.
ما بند 3 ماده 1 بهره کشی اقتصادی به کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوانان یا بیا وادار کردن و یا گماردن او به کار خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی و یا اجتماعی با نظر گرفتن به وضعیت طفل و نوجوانان برای وی خطرناک نباشد. ماده 21 چنانچه شخصی حقوقی در ارتکاب جرم موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشد به مجازات های مقرر در ماده 20 قانون مجازات جمهوری اسلامی محکوم می شود. ماده 12 هرکس ماده 17 هرکس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت ها در رفع تجاوز و خطر از اقدامات فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند. مشروع بر اینکه با اینکه اقدام خطر خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجه متوجه خود او یا دیگران نشود به یکی از مجازات های درجه 6 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود. از تک تک شما عزیزان می خواهم در صورت امکان به عنوان یک ایرانی وطن دوست در تمام فراخوان‌های اعتراضی شرکت کنید و دادخواه خون میرشکان 2 ساله، کیان 9 ساله و دیگر کودکان کردستان و سیستان باشید. برای تک تکتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم و با شعار زن زندگی آزادی صحبتمو به پایان میرسونم. ممنونم که مایکو در اختیارم. سپاسگزارم از خانم ارحمی عزیز. لطفاً دوستان اگه نقطه نظری دارن محبت بفرمایید، ما نقطه نظرات شما رو هم بشنویم. خب من نمیبینم کسی دستش بالا باشه، پس میریم سراغ برنامه دوم که خانم ترابی بررسی سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. در خدمت شما هستیم سرکار خانم پریا ترابی، لطفاً با علامت دست ما رو راهنمایی بفرمایید تا مایک برای شما آزاد بشه. مایک در اختیار شماست، هم ترابی بفرمایید. درود بر شما دوستان گرامی، همونطور که شما فرمودید با بررسی سند هدف سوم سند 23 یونسکو همراه شما هستم. مطابق با دستور کار هدف سوم از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف شماره 3 عبارت است از تضمین یک زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین. مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام دهند به این شرح است: 1. کاهش مرگ و میر مادران در سراسر جهان به کمتر از 70% به ازای هر 100,000 نفر تا سال 2030. 2. پایان دادن به مرگ و میرهای قابل پیشگیری در نوزادان و کودکان زیر 5 سال تا سال 2030. در این حرکت هدف همه کشورها باید کاهش میزان مرگ و میر نوزادان به کمتر از 12 نفر به ازای هر 1,000 نوزاد زنده متولد شده و کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به حداقل کمتر از 25 نفر به ازای هر 1,000 کودک می باشد. 3. پایان دادن به بیماری های همگیر مانند ایدز، سل، مالاریا و بیماری های نادیده گرفته شده ویژه مناطق حاره و مبارزه با هپاتیت و بیماری های ناقل به وسیله آب و سایر بیماری های واگیردار تا سال 2030. 4. کاهش تعداد مرگ و میرهای زود هنگام ناشی از بیماری های غیر واگیر از طریق پیشگیری و درمان و ترویج بهداشت روانی و رفاه تا سال 2030. 5. تقویت پیشگیری از مصرف مواد مخدر و درمان سوء مصرف آن و نیز پیشگیری از استفاده زیانبار مشروبات الکلی. 6. به نصف رساندن تعداد مرگ و میرها و مصدومیت‌های ناشی از ترافیک جاده‌ای در سطح جهان تا پایان سال 2020. 2030.
7. تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری، از جمله در راستای تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع رسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامه ها و راهبردهای ملی تا سال 2030. 8. تحقق هدف دسترسی جهانی به بهداشت، از جمله دسترسی به کلیه خدمات کیفی بهداشتی مورد نیاز بدون مواجه شدن فرد با مسائل و مشکلات مالی در این زمینه، دسترسی به خدمات بهداشتی کیفی ضروری و نیز دسترسی امن، مؤثر، کیفی و مقرون به صرفه به داروها و واکسن‌های ضروری برای همه. 9. کاهش چشمگیر تعداد مرگ و میرها و بیماری‌های ناشی از مواد شیمیایی خطرناک و آلودگی هوا، آب و خاک تا سال 2030. 3. الف تقویت اجرای کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی پیرامون کنترل تولید توتون و تنباکو در همه کشورها به طور مناسب. ب. حمایت از پژوهش و تولید واکسن و دارو برای بیماری‌های واگیردار و بیماری‌های غیر واگیردار که در ابتدای کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. فراهم آوردن امکان دسترسی به داروها و واکسن‌های مقرون به صرفه در راستای اعلامیه دوحه در مورد ترپیس بهداشت عمومی که این اعلامیه به موضوع حق کشورهای در حال توسعه برای بهره برداری کامل از مواد موافق نامه جنبه‌های تجاری حق مالکیت فکری مبنی بر انعطاف پذیری برای حفظ بهداشت عمومی و به خصوص فراهم آوردن امکان دسترسی به دارو و برای همه تاکید دارد. ج. افزایش چشمگیر کمک‌های مالی در حوزه بهداشت، استخدام، توسعه، آموزش و نگهداری نیروی کار و بهداشت و درمان در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در کشورهای دارای پایین‌ترین سطح توسعه یافتگی و کشورهای جزیره کوچک در حال توسعه. د. تقویت ظرفیت‌های همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه برای هشدار به هنگام کاهش مخرات و مدیریت خطر بهداشتی در سطوح جهانی و ملی. ما اینک با احترام به اهداف 17 گانه به سومین هدف همانا زندگی سالم و توام با رفاه برای همه توجه می کنیم. انسان سالم محور توسعه پایدار است و امروز اهمیت توسعه، سلامت و بهداشت عمومی برای برقراری عدالت اجتماعی بر هیچ کس پنهان نیست. سلامت یا تندرستی عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان. بنابر تعریف سازمان بهداشت جهانی، تندرستی تنها فقدان بیماری یا نواقص دیگر در بدن نیست، بلکه نداشتن هیچ گونه مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت جسمانی برای هر فرد جامعه است. حق بر سلامت که لازمه حیات مدنی انسان هاست در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است. هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش، از جمله تعیین پوشاک مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی و ضروری است. همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان و منابع و تأمین معاش تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره‌مند گردد. همچنین این حق طبق ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده 24 کنوانسیون حقوق کودک و ماده 12 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در زمره حقوق اساسی بشر شناسایی شده است.
و دولت‌ها مکلفند تمامی امکانات خود را برای بهره‌مندی انسان‌ها از این حق بدون هیچ گونه تبعیضی به کار گیرند. هدف شماره سوم از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، بهبود چشم انداز جهانی در خصوص اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار برای همگان در گروه سنی را در گروه کاهش مرگ و میر مادران، پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری کودکان، کاهش بیماری‌های مرتبط با ایدز، پوشش بهداشت جهانی، داروهای ضروری مقرون به صرفه، مراقبت از سلامتی جنسی، صدای من هست؟ بله خانم ترابی، صداتون هست. خانم ترابی، بله بله، مانند دیابت، جلوگیری از حوادث ترافیکی و سوء استفاده از مواد مخدر. در همین راستا حق بر حیات در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک و همچنین ماده 12 از کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به عنوان بنیادی ترین حق بشر مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الزام دولت‌ها به در نظر گرفتن تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکان است. همه مردم باید به مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت و دارو و از جمله حفاظت از ریسک مالی دسترسی داشته باشند. تدابیر حمایتی خاص برای مادران و کودکان نیز باید طبق ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود. یکی دیگر از اهداف سال 2030 این است که دسترسی جهانی به مراقبت‌های بهداشتی جنسی و باروری اطلاعات و آموزش را تضمین کند. مطابق با ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر، همینطور ماده 15 از میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر انسانی حق بهره‌مندی از پیشرفت‌های علمی و فواید آن را دارد و قوانین داخلی و بین‌المللی باید این حق را تضمین کرده و امکان بهره‌مندی تمامی انسان‌ها را بدون هیچ گونه تبعیضی فراهم نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی خود حق سلامت را مورد توجه قرار داده است و خود را به نوعی مکلف به تحقق هدف شماره 3 نموده است. اصل 23 قانون اساسی حق بر خدمات بهداشتی و درمانی برای مراقبت‌های پزشکی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد و مقرر دارد برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت حق بیمه، حقی از همگانی. طبق این اصل دولت باید از دو طریق خدمات فوق را برای آحاد مردم کشور فراهم سازد. این دو طریق عبارتند از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم. علاوه بر اصل 23 اصول دیگری نیز با سلامت مرتبطند. طبق بند 12 اصل سوم قانون اساسی، پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تأمین بیمه از وظایف دولت است. خیلی ممنون که با من همراه بودید. سپاسگزارم از شما خانم ترابی عزیز. لطفاً دوستان اگه نقطه نظری دارن با علامت دست ما رو یاری کنن، ممنون میشم. میرسیم به موضوع بعدی که کودک همسری هست. همینطوری که ماها میدونیم حق کودکان همیشه متاسفانه خیلی زیاد ضایع میشه و بچه هایی که باید
دوران کودکیشون برای خودشون خوش باشن، باید راحت زندگی کنن و بدون هیچ دغدغه‌ای. متاسفانه مسئله کودک همسری همیشه هست و بچه ها متاسفانه همیشه دوچار این سری نقض ها هست، در موردشون حقوقشون نقض میشه و هیچ کس هم جوابگو نیست، چون ما در کشور زندگی میکنیم میکردیم، بالاخره کشور ایران کشوری هست که متاسفانه به بچه ها بهایی نمیده، همینطوری که ما الان داریم میبینیم. پس ما موضوع کودکی جناب آقای سپهر رضایی شایان، سخنرانی ایشون رو میشنویم. لطفاً دوستان، آقای سپهر رضایی شایان اگر که آماده هستید لطفاً با علامت دست بنده رو راهنمایی بفرمایید، دوستان مایکو برای شما باز کنن. جناب آقای شایان، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سپاس از شما خانم فرایی عزیز. به نام خداوند رنگین کمان، موضوع سخنرانی من کودک همسری در ایران هست. نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ایران اخیراً گفته است کودک همسری به موارد ازدواج بچه های 9 یا 10 ساله اطلاق می شود و دختر 13 ساله دیگر کودک همسر نیست. به گفته حسن نوروزی، نگاه درست و صحیح به مقوله ازدواج نگاه اسلام است، یعنی ازدواج دختر با بلوغ اوست. برای تعیین زمان مناسب ازدواج بلوغ او در نظر گرفته شود و البته به اذن ولی به معنی پدر یا پدر بزرگ. در دین اسلام سن بلوغ دختران 9 سال و سن بلوغ پسرها 15 سال است. چرا کودک همسری ممنوع نمی شود؟ در سالهای گذشته شماری از فعالان مدنی برای ممنوعیت کودک همسری تلاش کردند، اما در سال 1397 طرح مربوط به ممنوعیت کودک همسری مورد مخالفت کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت. در آن زمان حسن نوروزی درباره کودک همسری و مخالفت این کمیسیون و پیگیری طراحان این طرح عنوان کرد: متوجه نمی‌شوم چرا عده‌ای اصرار دارند مغایر شرع مقدس اسلام سن ازدواج را بالا ببرند. پس از رد این طرح، مرکز اسناد و کتابخانه ملی نشستی با حضور موافقان و مخالفان این طرح برگزار کرد. در آن نشست، طیبه سیاوشی، عضو وقت فراکسیون زنان مجلس و یکی از نمایندگان پیگیر این طرح گفت: این طرح علارغم در نظر گرفتن همه جوانب و مسائل کارشناسانه، به خاطر مسائل سیاسی رأی نیاورد. در این نشست فرهاد بیانی، جامعه شناس، به استدلال برخی افراد اشاره کرد که عنوان می‌کنند چون فراوانی کودک همسران نسبت به جمعیت کشور زیاد نیست، نباید این موضوع در اولویت بررسی قرار بگیرد. وی گفت عمق فاجعه آنقدر زیاد است که وجه عینی آن در حاشیه قرار می‌گیرد و پیامدهای روانی این موضوع در جامعه فراوان و غیر قابل انکار است. سن مناسب ازدواج در کشورهای مختلف قوانین برای سن ازدواج گوناگون است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در بند اول برنامه جهانی خود برای پایان دادن به ازدواج کودکان اشاره می‌کند که حداقل سن ازدواج باید 18 سال باشد. یونیسف می‌گوید دختران و پسران زیر 18 سال از نظر جسمانی، روحی، روانی و احساساتی به ظرفیت‌های لازم نرسیدند. این در حالی است که 3 سال پیش تلاش نمایندگان پیشین مجلس و از جمله معصومه ابتکار، معاون وقت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، برای اصلاح قانون کودک همسری ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال بود که در مجلس رأی نیاورد. آمار در ایران چه میگوید؟ تازه ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از ازدواج 9753 دختر 10 تا 14 ساله در بهار سال جاری که در مقایسه با آمار فصلی 2 سال اخیر یک رکورد است. این آمار نشان از رشد 32% ازدواج دختران 10 تا 14 سال نسبت به دوره مشابه در بهار سال 1399 است. طبق همین آمار 45522 دختر 15 تا 19 سال نیز در این بازه زمانی ازدواج کردند. این آمار تنها مربوط به ازدواج‌های ثبت شده در سازمان ثبت و احوال است و به نوشته خبرگزاری ایسنا
اغلب ازدواج‌های کودکان ثبت نشده و همین امر منجر به نبود آمار دقیق در این حوزه است. بر اساس این گزارش این پدیده به همین جا ختم نمی‌شود و به تبع آن کودک مادری، کودک پدری و کودک مطلقه نیز در حال گسترش است. طبق آمار ثبت احوال از 6 فروردین تا 28 آبان سال جاری تولد 969 کودک از مادر کمتر از 15 سال و تولد 44896 کودک از مادران 15 تا 19 سال به ثبت رسیده است. دلایل افزایش کودک همسری. سمیه رنگین کمان پژوهشگر حقوق خانواده در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی درباره دلایل گسترش این پدیده معتقد است که عرف و رسوم محلی، تعصبات خانوادگی، سرپوش گذاشتن بر روابط خارج از ازدواج، انگیزه های مذهبی، ترس از دست دادن موقعیت خوب ازدواج، عدم امکان تأمین هزینه های فرزند، فقر خانواده، دریافت وجه در قبال ازدواج، بیسوادی، اختلالات روانی والدین، بی‌سرپرست یا بد سرپرست بودن طفل، ناتنی بودن یکی از والدین و دخالت آشنایان به خصوص برادر مهمترین علل افزایش کودک همسری در ایران است. کودک همسری مصداق خشونت علیه کودکان. برخی از فعالان اجتماعی ازدواج زودهنگام کودکان را به مثابه نوعی خشونت جنسی علیه کودکان تعریف می کنند. فرشید یزدانی مدیر انجمن حقوق کودکان معتقد است ازدواج کودکان نه تنها خشونت جنسی که تلقی از خشونت جنسی، جسمی، روحی و روانی است. ممکن است کودکانی که ازدواج می کنند اعتراض نکنند، اما این به معنی رضایتمندی نیست. او در فرهنگی رشد کرده که بلد نیست اعتراض کند، اما کودکی که مسئولیت زندگی مشترک را میپذیرد ناگزیر است کار کند و کار یکی از مصادیق بارز خشونت علیه کودکان محسوب می شود. رشد کودک همسری در ایران در سایه عدم حمایت قانونی از کودکان و افزایش فقر. بنابر آمار ازدواج‌های ثبت شده در ایران کودک همسری بیش از 10% رشد داشته و این در حالی است که تداوم گسترش فقر، انجارهای اجتماعی و فرهنگی و همچنین دفاع برخی نهادهای حاکمیتی از کودک همسری به رشد این موزل که روانشناسان از آن به عنوان تجاوز خاموش نام بردن دامن زده است. بنا به آمار مرکز ایران در سال 1399 تعداد عروس‌هایی که عروسک به دست دارند و بدون آگاهی و رضایت و چه بسا به زور کتک والدین خود پای سفره عقد نشستند بیش از 10% افزایش پیدا کرده است. آماری که فقط ازدواج‌های ثبت شده در سازمان ارتباط والدین نشان می‌دهد و هنوز معلوم نیست تعداد ازدواج زیر سن قانونی که به ثبت نرسیده چقدر است. بر اساس گزارش وضعیت فرهنگی اجتماعی مرکز آمار ایران 20 پسر کمتر از 15 سال و یک دختر کمتر از 10 سال طی سال 99 ازدواج کردند و طبق این گزارش در مجموع ازدواج دختران 10 تا 14 سال در بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1399 بوده 31379 بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن رشدی حدود 10.5% داشته است. یک معلم ورزش مدارس غیرانتفاعی لاهیجان با انتشار ویدیویی در صفحه مجازی گفته قانون پناه این کودکان چیست؟ این معلم میگوید آخه این چه زندگی است؟ شاگرد کلاس ششم من میآید برای وسطی و استوپ هوایی قصه میخوره، پا به زمین میکوبد، بعد تو توی اون سن بچه میخواهی ازدواج کند؟ فقط باید بترسه. قانون پناه این بچه ها نیست، باید قانونی درست بیابیم. اگرچه مجلس شورای اسلامی در سال 1379 طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر 15 سال و پسران زیر 18 سال را تصویب کرد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد. ولی یک کودک می تواند به شرط رعایت مصلحت اجازه ازدواج را از دادگاه بگیرد. اخیراً رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با مددهان ضمن اشاره به لزوم فرزند آوری و ازدواج به هنگام از آنها خواسته بود برای ترویج به گفته او این دو نیاز امروز و فردای کشور نقش‌آفرینی پیدا کند. در آخر میخوام دوستان هم مشارکت کنند در این بحث اگر سوال یا نظری دارن. ممنون که این وقت در اختیارم قرار دادید. سپاسگزارم جناب آقای شایان. دوستان نقطه نظری، صحبتی اگه هست لطفاً با علامت دست ما رو راهنمایی کنید. ممنون میشم.
پس میریم به سراغ بحث آزادمون، حق دنیای زیبا و آزاد برای همه. آیا به نظر شماها مردم ایران حق آزادی، آزاد زندگی کردن و زیبا زندگی کردن رو دارن؟ آیا میذارن مردم به راحتی زندگی کنن؟ به نظر شما چه کار باید کرد که بتونیم ما در اینجا لااقل کمک کنیم به کسایی که توی ایران هستن، دلگرمشون باشن، دلگرمی پیدا کنن نسبت به این که بدونن بالاخره اگر ما اونجا نیستیم، هر طور باشه آگاهشون میکنیم، هر جوری باشه بالاخره نسبت به دوستان، فامیل یا هر کسی داریم میایم و چیزایی رو که میدونیم میگیم. ما میدونیم که اینترنت ایران کاملا قطع هست و شاید خیلی کم بشه تماس داشت با ایران و ما میتونیم چیزهایی که میبینیم و اگر حتی با کوچکترین تماسی که ما داریم با اطرافیانمون میتونیم اینا رو بهشون گزارش بدیم و خوشحالشون کنیم از اینکه مردم در کنارشون هستن با وجودی که در اون کشور نیستن. لطفاً دوستان اگر که در مورد این موضوع همراهی کنن ممنون میشم. دوستان لطفاً مشارکت داشته باشید. آقای سامانی مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشی، شب همگی بخیر. ممنون از سخنرانی خوبتون. ببینید، فقط آزادی به نظر من شخصه، چون من ایران زندگی میکنم، آزادی فقط این چیزایی که الان اینا دارن میگن نیست که برداشتن روسری و اینا. به نظر من مردم ایران بیشتر میخوان از استرس آزاد بشن، چون که داخل ایران فقط زندگی شده استرس، نمیدونم فکر کرایه خونهشون باشن، پول آب و برقشون باشن، بعد اینا هر ماه هر چند وقت یه بار داره بیشتر میشه، نمیدونم کرایه مغازه ها چندین برابر میشه. مردم ایران این آزادی ها رو میخوان، میخوان از فکر و استرس آزاد بشن. و یعنی یه روسری برای مردم کار زیادی نمیکنه که حالا این روسری سرشون باشه یا سرشون نباشه، براشون اتفاق خاصی نمیفته. اینا چیزای دیگه ای میخوان مردم. این نظر منه، حالا نمیدونم شاید نظر من اشتباه باشه، ولی نظر من اینه. مرسی از اینکه وقت به من دادید. سپاسگزارم، دست شما درد نکنه. جناب آقای شایان بفرمایید، مایک در اختیار شماست. سپاس از شما خانم فرایی عزیز. بله، منم با خانم سامانی موافقم. توی مدتی که ایران بنده زندگی میکردم واقعا میدیدم که تنش بیشتر توی وجود مردم هست، نه به خاطر آزادی برداشتن روسری یا آزادی های اجتماعی دیگه، بلکه این استرس و فشار انقدر بهشون زیاده که به فکر آزادی های مدنی نیستن، میخوان این تنش و این نگرانی از بین برده باشه. و این نگرانی و استرس زمانی برداشته میشه که دولت وقت ایران بخواد با تمام دولها تعامل و دوستی و همکاری داشته باشه. ممنون. سپاسگزارم از شما. ایدر، خانم ایدر فکر میکنم هستن، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. متشکرم، لطف کردین. من پیرو و حرف دوستان میخواستم بگم که من چند روز پیش با خواهرم توی ایران صحبت کردم و یه حرفی زد که الان چند روزه همینجور توی ذهن من داره میگذره، به خاطر اینکه تا چند وقت پیش که باش صحبت میکردم میگفت که من میترسم برم تو خیابون، میگفت ای استوریای تو رو میبینم توی اینستاگرام و یه احساس خیلی بدی بهم دست میدی که چرا من اینقدر ترس دارم، چرا مثل بقیه نمیتونم برم تو خیابون و خیلی احساس بدی دارم. تا اینکه چند شب پیش دیدم عکس دستش رو فرستاده که بامپیچی شده و اینا، گفتم چی شده؟ گفت که باتوم خورده. گفتم که چی شد که چیکار کردی؟ گفت که نمیدونم، یهویی احساس میکنم که همه ماها به یه نقطه میرسیم که دیگه برامون هیچی مهم نیست.
یعنی دقیقا حرفی که به من میزد این بود که من واقعا دیگه برام چیزی مهم نیست و این که فقط از این میترسم که بگیرم ببرن تجاوز کنن. اگر ترس از این نبود هر روز میرفتم تو خیابون. ترس من فقط از این قسمت هستش، کاشکی در جا بزنن و بکشن. و تنها حرفی که من بهش زدم این بود که گفتم خیلی مراقب باش، خیلی ناراحت بودم، گفتم خیلی مراقب باش و ما اینجا پشتتونیم. گفتم باور کن، یعنی منم اگر ایران بودم تنها کاری که میکردم این بود که حتما میرفتم تو خیابون. یعنی اوایلش خیلی میترسیدم ولی الان با این چیزایی که داریم میبینیم توی اینستاگرام و توی دنیای مجازی که حالا ما که این بر هستیم داریم میبینیم، یعنی واقعا به یه نقطه رسیدیم که هممون فکر میکنم اگر ایرانم باشیم حتما از کسایی هستیم که میریم داخل خیابون. و به هر حال که خواستم همینو بگم که ما اینجا فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که صداشون باشیم و اینکه بهشون دلگرمی بدیم تا جایی که میتونیم دلگرمی بدیم و اینکه بگیم که ما همه جوره پشتتونیم اینجا. مرسی از وقتی که بهم دادین. سپاسگزارم از شما. بله منم دقیقاً صحبتم همین هستش که ما هر طوری میتونیم باید یه دلگرمی برای کسایی که توی ایران هستند داشته باشیم. جناب آقای شفایی، مایک در اختیار شماست، میشنویم صدای شما. دوستان لطفاً مایک آقای شفایی رو باز کنید، ممنون میشم. سلام میکنم دوستان خدمتتون. به هر حال مرسی، خسته نباشید که به هر حال با تمام تنگناها تونستید این جلسه رو برگزار بکنید. من در رابطه با حق دنیای زیبا و آزاد برای همه، در واقع نگاه اساسی خود حقوق بشر همینه، یعنی تمام این تلاشایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر شده برای اینه که همه انسان‌ها دنیایی داشته باشن در آرامش، در آسایش، در خوبی، در دوستی، در محبت. این تمام تلاش برای همینه، یعنی در واقع رعایت شدن تمام حقوق ذاتی و تمام حقوق شهروندی که بتونن انسان‌ها در کنار هم و با هم خوب زندگی بکنن. اینا در واقع به عنوان یک اصله، یعنی وقتی شما از ماده یک اعلان جهانی حقوق بشر میاد جلو تا برسید به قسمت‌های پایانی، به اینجا میرسید که این حق همه است که دنیای سالم داشته باشن، در شرایط خوب و برابر زندگی بکنن و در شادی باشن، در آرامش باشن. این اون چیزیه که خواسته اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش و یکی از معضلاتی هستش که در واقع متاسفانه جامعه جهانی هنوز بهش نرسیده، یعنی هنوز خیلی کار داره به خاطر وجود فرهنگ‌هایی که وجود داره، فرهنگ‌هایی که در کشورهای مختلف هست، دیدگاه‌ها فرق می‌کنن. ما از دیدگاه فرهنگی خودمون نگاه کنیم، جامعه سراسر خشونت، سراسر تلاش برای ریا، سراسر تلاش برای حذف دیگری. یعنی این اصلا در مردم عادی هم متاسفانه هستن که فکر کنیم فقط در رأسه، رأس انجام میده بقیه هم یاد میگیرن، که نمونهش همین فسادی که الان در جامعه میبینیم، فساد مالی و دزدی ها و اختلاس هایی که به طور وحشتناک اتفاق میفته، اینها همش باعث میشه که نمیتونیم برسیم به اون دنیای زیبا. زمانی میرسیم به اون دنیای زیبا، دنیای شامل آرامش، که ما اول خودمون رو باور کنیم که یک انسان هستیم و یک سری حقوق ذاتی داریم و بعد فکر کنیم که یک سری حقوق شهروندی داریم. یه سری حقوق شهروندیمون هم آن چیزیست که من حقمه و شما هم حقتونه، یعنی نه فقط حق منه، یعنی حق همست که این حقوق شهروندی رو داشته باشن.
نه اینکه یه عده‌ای داشته باشن و یه عده‌ای نداشته باشن یا یه عده‌ای کمتر یه عده‌ای بیشتر. این در واقع این بند خیلی بند مهمیه و به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشره که با تمام قوا عملاً داره به اینجا میرسونه خود جامعه رو که ملت برن به آگاهی برسن، آگاهی ذاتی رو داشته باشن، آگاهی شهروندی رو پیدا بکنن و بعد برسونن خودشون به اون حقوق اساسی که دارن که اصلش آرامشه و اصلش آزادیه که بتونن در آرامش و آزادی با هم زندگی بکنیم. یعنی در واقع خواسته اصلی این هستش. من یه توضیح دادم و دوستان اگر دوست داشتن میتونم باز بحث کنم. سپاس از شما جناب آقای شفایی عزیز. دوستان نقطه نظری دارن لطفاً بفرمایید، ما میشنویم صحبت‌های شما رو. دوستان لطفاً در بحث آزاد شرکت کنید، ممنون میشم. نقطه نظری دارید جناب آقای اصغر خدابنده سامانی؟ مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سلام میکنم خدمت دوستان و همه همکاران و استاد آقای شفایی. همونطورم که آقای شفایی فرمودن درسته، ببینید متاسفانه توی ایران توی این مدت 40 خورده سال دولت روی فرهنگ ما کار کرده، ببینید همه را به سمتی برده که میشه گفت 60-70% مردم بیش از این فقط منافع خودشون رو در نظر میگیرن. این انقلابی هم که اتفاق افتاده، من چند روزی پیشم آقای گلزار یه صحبتی داشتم بهشون گفتم ما هیچ فرهنگی نداریم که بتونیم دموکراسی داشته باشیم، بتونیم آزادی داشته باشیم تو ایران. ما عادت کردیم اول منافع خودمون رو در نظر میگیریم، بعد حالا امکان داره تو منافع خودمون آزادی 100 نفر دیگه هم زیر سوال ببریم. دولت در این 42 سال ما رو تونست اینطوری بار بیاره و متاسفانه هم تو ایران الان به این شکله. ببینید عمده توی الان عده انقلاب دارن میکنن برای آزادی، عمده افراد تاثیرگذار ما که میتونن تحصیل کنن، میتونن اعتصاب کنن، اصلا نمیخواد بیان تو کوچه خیابون، فقط اعتصاب کنن، کارمندان ما هستن. کارمندان ما به خاطر منافع خودشون این کار انجام نمیدن. الان ببینید انقلاب هم اگر انقلاب 57 هم در نظر بگیرید، مردم اومدن همه منافع شخصی خودشون رو گذاشتن کنار، ولی اینجا اینطور اتفاق نیفتاده متاسفانه و نمیفته. پس با این وضعیتی که بنده میبینم به این راحتی ها توی ایران هنوز به آزادی نمیرسیم، یه آزادی خوب به یه مملکت خوب نخواهیم رسید، چون هر که منافع شخصی خودش را فعلا در نظر میگیره و خیلی هم سخته. 40 سال روی ما کار کرده، نزدیک به 40 سال، حالا میخواییم در عرض یک ماه، دو ماه، یک سال، این 40 سالی که رو ما کار شده، خیلی به منافع مالی رسیدن چند سال قبل، این ازشون بگیریم، پس بگیریم، این کار خیلی سختیه. پس این آزادی ها را به راحتی نمیتونیم برگردونیم و ایران هم فکر نکنم به این راحتی دیگه تم آزادی واقعی را مردم تو ایران بچشن. خیلی ممنون. سپاس از شما جناب آقای سامانی. ولی ما امیدواریم روزی بشه به زودی زود مردم ایران آزاد، شاد و خوشحال زندگی کنن، چون آزادی، داشتن دنیای زیبا حق تمام مردم دنیا علل خصوص مردم کشور عزیزمون ایران هست. امیدوارم روزی باشه که همگی با هم در کنار هم پیروزی ایران رو جشن بگیریم و خوشحال باشیم از اینکه ایران واقعا تونسته آزادی رو ببینه. جناب آقای شفایی، مایک در اختیار شماست، میشنویم شما رو. ببینیم دوستان، ما در رابطه برای رسیدن به یه دنیای خوب، به یه دنیایی که آرامش، شادی، آزادی، دیگه تمام جملات خوب مثل دوستی، محبت، رفاه، هر چی اسمش داره میخوام بذاریم برسیم، چند تا موضوعیت داره. اولش درک حق خودمون و حق دیگری، یعنی درک کنیم که ما یک حق داریم، همین حقی رو داریم که دیگری هم داره. یعنی اگر ما فکر کنیم یه حقی من دارم که فرض کن شما نباید داشته باشی و من باید داشته باشم، این در واقع میشه همین اتفاقی که الان تو جامعه وجود داره. پس اولین چیز احترام به حق خود و دیگری است.
این خیلی اهمیت داره، روی این قضیه خیلی دقت کنیم دوستان. یعنی اگر داریم یک احترامی به حق خودمون میذاریم و حق خواه هستیم، حق طلب هستیم، باید خودمون رو جای طرف هم بذاریم، ببینیم آیا این حقی که من طلب دارم میکنم به کسی صدمه نمیزنه، چه اتفاقی میفته. متاسفانه در جامعه ما به دلیل نوع اون دینی که در واقع حالا از زمان پهلوی و الان و آقاجار و اینا بوده، چند تا موضوع رو در واقع خیلی بزرگ کرده این دین اسلام شیعهش در واقع. یکیش تقلیده، یعنی به ما مردم گفتن که شما اصلا فکر نکنید و فکر رو اجازه بدید آیات اذان برن فکر کنن و شما شب به شب یا هفته به هفته بار بین ازشون سوال کنید که حالا ما مثلا چه باید بکنیم. اونا هم به شما خط نشون میدن، بعد خمس میدید، زکات میدید. این فرمولیه که از زمان صفوی خیلی مد شده و الان هم هست و این میشه قسمت اول، بهش میگن تقلید. حالا یه تق دیگه هم داریم میگن بهش تقیه، که خطرناکترینه. تقیه یعنی براحتی ریاکاری و دروغگویی. تقیه کردن یعنی این اجازه رو، این اسلام شیعه دوازده امامی اجازه میده که شما هر جا که رفتی دیدی منافعت به خطر میفته، میتونی حتی بگی آقا مسلمان نیستم، حتی میتونی بری عرق بخوری، حتی میتونی بری نماز نخونی، برای اینکه اثبات کنی که من اونی که تو میگی نیستم. یعنی این یک نمونه کوچک از خرابی این فرهنگ ما خواهد بود. این دوتا قضیه. یه موضوع دیگه هم اینجا هست، بحث خشونته. یعنی براحتی در ادیان، مخصوصا ادیان حالا الهی که همشون هستن، خشونت جز اصولشونه. یعنی هر آنچه مطابق میل نباشه چون خلاف دستور به اصطلاح مقام بالاست، مرگش حلاله، میتونی بکشی مثلا خیلی راحت اصلا بدون هیچ دلیلی. اینه که این اینا فرهنگیه که جا افتاده و متاسفانه تو بخشمون هم هست. اما من نگاه من به این جریانی که الان داره جلو میره با نگاه هم تا 6 ماه پیش فرق، تا 5 ماه پیش، 4 ماه پیش هم فرق کرده. من تا 4 ماه پیش 5 ماه پیش هم گفتیم بابا این جوانای ما که هستن همه یا معتادن یا یه ورن یا اصلا به فکر جامعه نیستن، نه دنبال کارن، همش دنبال این چیزا که به من القا شده بود. البته چجوری القا میشه؟ از طریق صحبتایی که میشنویم، گزارشایی که میاد. ولی الان واقعا میبینم نه، این جوونا آگاهن و آزاده هستن و میدونن چی کار میکنن. میدونن، نه اینکه بگم سیاست مدارن فردا میتونن یه مملکت رو بگردونن، اما میدونن که الان حقشون خورده شده، الان دیگه حق خواه هستن، حاضر نیستن پا عقب بکشن، مبارزشون رو ادامه میدن. این اون چیزیه که الان داره اتفاق میفته و خود این یواش یواش تأثیر گذاره. یعنی دونه دونه الان شما میبینید امروز این فوتبالیست رو میگیرن، فردا اون هنرمندشه رو میگیرن، این کارمند رو میگیرن، این آدم رو میگیرن، این پدره رو میگیرن، این بچه رو میگیرن. یعنی اینا خب تا یه جایی این در واقع روشن شدن ذهن آدم هاست و خود این حالا یه عده هم میبینیم که میزنن میشن حقوق بگیرن، اونا هم دارن زندگیشون رو میکنن، دارن با پول و مزدور هستن، دارن کارهای خودشون رو انجام میدن. ولی جامعه جوان ما بسیار بسیار فعاله. الان هم همین گزارشی هم دادید بالای 60 تا زیر 17-18 سال کشته شدن در جامعه ما و این خیلی با ارزشه. جوان 19 ساله ما راجبه یه رنگین کمان حرف میزنه، اصلا نمیدونین یعنی چی. بچه های 10 ساله، 9 ساله، 11 ساله، 14 ساله میان حرفایی میزنن که اصلا من یکی میمونم حقیقتا. اینه که به اینا میتونیم اعتماد کنیم، به شرطی که اونایی که
احساس لیدری میکنن، احساس بزرگی میکنن، احساس این میکنن که خب ما باید خط بدیم اینا برن. کمان کلان چند تا گروه هم در خارج از کشور داره تشکیل میشه، گروه در حال گذار، گروهی که میخوان بگذریم، یه انجمن نمیدونم همبستگی فلان. اینا فایده نداره، اینا فایده نداره. جامعه روشن باید بشه، روشن‌تر باید بشه. من خوشحالم بچه های کانون، دوستانمون، همکارامون تلاش برای اینه که هی آگاهی بدیم، بگیم آقا این حق ذاتی توه، این حق شهروندی توه، برو دنبالش هر جوری دلت میخواد. من نمیگم چه جوری برو، هر جوری دلت میخواد، این حق ذاتی ته، این حق شهروندی ته. مطالبه گر شو، بخوا اینا رو، چون وقتی اینا رو خواستی طرف دیگه نمیتونه جواب نه به تو بده. الان هم خود جمهوری اسلامی هم شروع کرده، الان خاتمی که اصلا ممنوع نم چی چی هم بود الان زبون با کرده، راه افتاده، نمیدونم آقای موسوی رو تصویرشو نشون میدن. یعنی افتادن به تکاپو که دوباره نیروهای اصلاح طلب بیان یک خودی نشون بدن، یه مانوری بدن. ولی من استنباطم اینه که این جوونا اصلا دیگه گول این چیزا رو نخواهند خورد. من بهشون نمیگم هیچی، یعنی اصلا اجازه ندارم، چون خودشون به نظر من بهتر از ما میتونن تصمیم بگیرن و بهتر از ما میتونن کار کنن. و من باورم اینه که وقتی ما دنبال دنیای زیبا هستیم و دنیایی که حق ماست باشه، یکی از مواردش محیط زیستمونه. یعنی خیلی با جدیت راجع به محیط زیستمون صحبت کنیم، خیلی با جدیت، چون اونم حق ماست. یعنی همین حقی که من دارم در هر موردی، محیط زیستم واقعا جز حقوق منه و من باید به این حقم مسلط باشم. جامعه ما دارم بین میره، کلی دریاچه بین رفته، کلی رودخونه ها بین رفتن، کلی رودخونه ها اصلا الان هم دارن یه سد جدید میزنن به نام چمشیر که اصلا داره دریایی از نمک خواهد شد، اینه مال گوتبند. خب اصلا کسی گوش نمی کنه، یعنی اصلا دولت گوش نمی کنه. این مردم هستن که باید آگاه باشن، بدونن و مطالبه گر باشن. من یادمه تقریبا 7-8 سال پیش دم رود کارون تو اهواز مردم میدن به صلاح زنجیروار ماهی میستادن، معترض بودن به آب کارون که متاسفانه کوتاه اومدن و ول شد در واقع. به هر حال یکی از حقوق که ضرورت داره که برای دنیای زیبای ما یه روزی داشته باشیم، محیط زیستمون هم هست. یعنی اینم جزء مواردی باید داشته باشیم که محیط زیست است. ضمن این که ما باید در کنار هم، با هم، پیش هم حرکت کنیم بدون اینکه نگاهی به حق دیگری بکنیم، ولی اجازه بدیم همون حقی که من دارم اونم از اون حق استفاده کنه تا بتونیم به اون چیزی که ایدئال هست برسیم. من شاید زیاد صحبت کردم، ببخشید. سپاس از شما جناب آقای شفایی. بقیه دوستان لطفاً نقطه نظری، صحبتی هست، ما میشنویم صدای شما رو. جناب آقای شایان بفرمایید، مایک در اختیار شماست. سپاس از شما خانم فرایی عزیز. منم با آقای شفایی موافقم، واقعا این نسل دهه 80 و دهه 90 خودشون به یه درجه ای از هوشمندی و دانایی رسیدن که خودشون میتونن اون بد و خوب و کی به قولی پاپت مسترشونه، عروسک گردان این نظامه که بخواد اونا رو فریب بده رسیدن و خودشون میتونن اون حق ذاتی و حق شهروندیشون رو بگیرن و مطمئنن این خیلی تأثیر بسزایی در آینده ایران داره. ممنون. سپاسگزارم از شما جناب آقای شایان. بقیه دوستان که صحبتی دارید ما میشنویم صدای شما رو. ممنون از تمام عزیزانی که تا این لحظه با ما بودید، وقت گذاشتید و در پایان جلسه از همکارانی که ما رو در این جلسه یاری کردن تشکر می کنم.
سخنرانان سرکار خانم آذر ارحمی با موضوع گزارش آمار کشته ها و بازداشتی ها از شروع تا پایان آبان ماه 1401، سرکار خانم پریا ترابی بررسی سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای سپهر رضایی شایان با موضوع کودک همسری. مسئول جلسه فریده فرایی، منشی جلسه سید سعید نوریزاده، ضبط صدا فهیمه تیموری، ادمین‌ها خانم فرشیده پورازران، جناب آقای سپهر رضایی شایان. من به امید ختم جلسه رو در تاریخ 25 نوامبر 2022 مصادف با 4 آذر 1401 در ساعت 27 دقیقه به وقت اروپای مرکزی اعلام میکنم و به امید اینکه یه روزی دور هم جمع بشیم و تبریک بگیم پیروزی ایران عزیزمون رو. به امید اون روز دست همگی درد نکنه، همگی خسته نباشید. سپاس از همراهی تک تک شما.